مدیرو دارم. منم درود میفرستم به همه بینندگان عزیزی که الان برنامه رو میبینن از هر جای دنیا و دیگه به شما میسپاریم که شما شروع کنید. آقای نریم، این انتخابات یعنی این یک نمایش با سناریوهای متعدد. شما که بخشی از سالهای جوانی رو در ایران زندگی کردیم، میخوام ببینم نگاه هم نسلای شما به انتخابات چی هست. بعضیا این نگاه رو دارن که یک نمایشی که سناریوهای متعدد وقتی پیش میره نوشته میشه. درست. نگاه شما عرضم به خدمت شما که ببینید هم نسلای من اکثرا ناامیدن از این انتخابات. اکثر کسایی که همسن سال من هستن، کسانی که دیدن، یعنی از زمان آقای خاتمی این بازی رو به قول حالا من فکر میکنم خوردیم هممون که اومدیم همه برحال اون سال 1376 بود زمانی که آقای خاتمی کاندید شدن و اصلا قبل از اون کسی آقای خاتمی رو نمیشناخت. آقای خاتمی ظرف یکی دو ماه شناخته شدن و بعدم من شخصا اون موقع دیدم که مثلا آخون داره میگه جوون و حق و از این حرفا، خب گفتیم پس این حتما میخواد یه تغییری به وجود بیاره و خوشبین بودیم، یعنی همون فکر کردیم که خب گفتیم خیلی خب جمهوری اسلامی این همه آدم کشت و این کارا رو کرد ولی الان خب بالاخره میخواد یه تغییر بکنه که حکومت رو نگه داره. به هر حال رفتیم رای دادیم. من شخصا مثلا یک سال نیم دو سال بعد واقعا ناامید شدم بعد از اتفاق 18 تیر 78 که تمام اون دانشجوهایی که اعتراض کردن به بسته شدن روزنامه سلام، اینها رفتن اعتراض کردن، کتک خوردن، دو نفر کشته شدن. تمام کسانی که اینا رو کتک زدن و کشتن همه تبرئه شدن. بعد اون موقع این بچه‌ها افتادن زندان. من شخصا فکر کردم گفتم خب پس اینم فرقی نکرد یعنی داستان. اما بهتون بگم من همون سال مثلا 76 77 بعد از اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور شد، یه روزی توی ماشین نشسته بودم، یه کسی روزنامه بغل دستم باز کرده بود و من همین از کنار بغل دستش نگاه می‌کردم تیترای روزنامه رو، فکر کردم که این یه روزنامه‌ای که از خارج اومده ایران، فکر باورم نمی‌شد که این توی ایران چاپ شده این روزنامه و این اصلا باعث شد که من برم روزنامه بخرم و روزنامه بخونم از اون موقع. یعنی میخوام بگم که یه تغییرات اینجوری بود، اما این تغییرات به نظر من به حساب حکومت نباید بذاریم. این تغییرات به خاطر اینکه جامعه یک چنین خواسته ای داشت. شاید حکومت هم میخواست یه بخشی از این خواسته ها رو بده، اما وقتی که اون موج رو دید که چقدر این خواسته فراتر از جمهوری اسلامیه، جلوشو گرفتن و میگم حتی اکثر یک سال و نیم بیشتر نتونستن تحمل کنن اون اصلاحاتی که ازش صحبت میکردن و بعد از اون دو مرتبه همون روند آغاز شد. در زمان آقای خاتمی ما بیشترین روزنامه ها بسته شدن و بیشترین روزنامه نگارا به زندان افتادن. همین روزنامه جامعه تمام بستنش، بعد کادرش رفتن یه روزنامه دیگه باز کردن به اسم توس. بعد که توس رو بستن، آدماش هم گرفتن کردن زندان که دیگه نهند یه روزنامه دیگه باز کنن. و بعد همین جوری روزنامه آریا روز، تمام روزنامه، حتی روزنامه‌ای که بعد از این 18 تیر خیلی مطالب تندی نوشته بودن بر علیه سیستم حاکمیت و اینا رو بستن. اومدن قانون توی مجلس به تصویب برسونن که یه مقدار اختیارات رهبر رو در زمینه مطبوعات محدود بکنن، اونم به شکست خورد. یعنی وتو کردن، یعنی رهبر رسما اومد قانونی که تو مجلس اکثریت رأی آورده بود وتو شد. خب پس اینا نشون میده که این حکومت قابل اصلاح نبود و نیست همچنان. و بعد از اونم به لحاظ اقتصادی هم تمام این داستانی که الان ما میبینیم سپاه اینقدر قدرت داره از همون دوران آقای رفسنجانی و آقای خاتمی آغاز شد. یعنی یه سری امتیازات اقتصادی بود که به بچه‌های وزارت اطلاعات بهشون میگفتن و به اونا میدادن و این اساس رانت و فساد در جمهوری اسلامی شد. یعنی اونا من حالا یه کوتاه میگم براتون اگه فرصت هست، فرض کنید مثلا واردات آهن، این امتیازش رو یکی از بچه‌های وزارت اطلاعات داشت که این امتیاز رو به یک تاجری میفروخت، مثلا اون زمان شاید 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان اون موقع این امتیاز رو میفروختن برای همون یک سال، مثلا برای اون یه پارتی جنسی که اون میخواد مثلا 50,000 تن میخواستن آهن بیارن، این امتیاز رو میفروختن و بعد از مثلا چند سال که گذشت دیگه این امتیاز رو نفروختن، خودشون رفتن آوردن. و این میدونید چه باعث شد که فرض کنید مثلا آهن رو مثلا کیلوی 70 تومان می‌خریدن اون تاجره که امتیازو می‌خرید و بعد می‌آوردن توی بازار می‌فروختن کیلوی 150 تومان. ولی وقتی که این آقایون خودشون رفتن آهن رو خریدن، نمی‌تونستن کیلو 70 تومان بخرن، کیلوی 120 تومان می‌خریدن. در نتیجه بدون اینکه قیمت دلار یا هیچ چیزی بالا بره، یه دفعه قیمت آهن از 150 تومان توی بازار میشد 200 تومان. در مورد شکر همینطور بود، در مورد آهن، در مورد برنج همینطور بود. بیشتر کالاهای اساسی که تو لاستیک، حتی بعضی از خودروها، اینا همین جوری بود. یعنی
به خاطر اینکه این آدما وارد تجارت شدن این اتفاق افتاد. یعنی در دوره آقای خاتمی اینا خودشون دیگه میرفتن وارد میکردن، در دوره آقای احمدی نژاد دیگه رفتن اسکله زدن، اصلا گمرک هم ندادن، هر چی خواستن آوردن برای خودشون. و همین شد که الان میبینین تمام صنعت ما، صنایع اصلی ما از ریشه از بین رفته بسیاریش، و به خاطر همین رانت ها و فساد ها بوده. منظورم به اینه که یک طراحی این اقتصاد ایران یک طراحی غلطی داره که به خاطر فساد این سیستمه. و اگر مثلا وزیر دادگستری آقای روحانی، آقای پور محمدی میاد میگه که ما نمیتونیم جلوی فساد رو بگیریم، رسما توی دوربین تو تلویزیون پابلیک داره میگه در عموم که ما نمیتونیم جلوی فساد رو بگیریم، فساد ریشه‌ای شده، و بسیاری کسای دیگه دارن اینو میگن، وزیر اقتصاد میگه یا شرکت دولتی یعنی سفر یعنی رانت یعنی فلان، اینا معنیش اینه که این اقتصادی که اینجوری شده رو نمیتونه، این سیستم از ریشه غلطه. خب همین اتفاقا من مسئله و یعنی میخوام بگم که آقای رئیسی، آقای روحانی به نظر من در این اقتصاد فرقی نمیکنن، به خاطر اینکه آقای روحانی هم در این 4 سال نتونست جلوی این فساد رو بگیره. اگر هم یه جاهایی یه چیزایی رو ول کردن، به خاطر این نیستش که آقای روحانی کار خاصی کرده، به خاطر اینی که میبینن حکومت در خطره. اما در یه درجه ای اینا کوتاه‌تر از اون نمیان. یعنی الان ما داریم صحبت اینه که 25 میلیارد دلار کالا ما قاچاق رسمی داریم به کشور. 25 میلیارد دلار، یعنی من حساب کردم اگر هر کانتینری 100 هزار دلار توش جنس باشه، ما از قطر کشور یعنی از ماکو تا چابهار یه خط یه جاده اگه تمامش رو توش تریلی بچینیم، بازم 700-800 کیلومتر دیگه کم میاریم که تریلی بشه. این حجم کالای قاچاقی که وارد کشور میشه در دوره آقای روحانی، یعنی آقای روحانی اومد گفت 15 میلیارد حجم ورود قاچاقمون از 25 میلیارد رسیده به 15 میلیارد، ولی بعداً نماینده مجلس آقای پورمختار اومد گفتش که نه، ما بر اساس آمار صادراتی که ترکیه و دبی و چین فقط همین سه تا کشور دارن میدن، جنسی که اونا دارن به ایران میفروشن و اون از آمار گمرک خودمون کم میکنیم، یعنی از آمار واردات رسمی خودمون که کم میکنیم، میمونه باز 25 میلیارد. ما بین 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق، کالای قاچاق هم نیست، کالایی که در حقیقت داره از مبادی غیر رسمی وارد کشور میشه، یعنی بدون اینکه گمرکی بپردازن وارد میشه. بعد موقع هیچ نظارتی نیست به این کالا، یعنی فرض کنید غیر استانداردترین جنس ها وارد ایران میشه. هم در دوره آقای رفسنجانی همین، یعنی از دوره آقای رفسنجانی اینجوری بود. فرض کنید مثلا ماشینی که استوک یک کارخونه بود و مونده بود نمیتونستن به جای بفروشن وارد ایران میشد و سودهای کلونی توی این بود. خب اینو الان دیگه اینا نمیتونن ازش بگذرن، برای همین میخوام بگم که این سیستم از ریشه مشکل داره. همینه من میخوام بگم. ببینید ما اینجا در مورد انتخابات توضیح من به بینندگان بدم که ممکنه هر کدوم ما نظری داشته باشیم، ضرورتا نظرهای شخصی که من مثلا معتقدم شرکت باید کرد یا نکرد یا آقای افشینجم یا دوستان دیگه، نظر آینده ایران نیست، ما یه نظر شخصی هم خودمون دارم. این توضیح رو دادم که بگم آقای افشینجم این یا آقای نریبان، این مثلا این چند هفته اخیر من دارم اخبار نگاه میکنم، میان میگن آیت الله بازی های رژیم رو میخوام بگم، آقای رئیسی رو علم کردن و در این حال در کنارش با تیتر آیت الله قاتل. من میخوام اینو بگم، آقای رئیسی نرفته توی اتاق 100 نفر یا 10000 نفر بگیره بکشه. آقای نمیدونم احمد خمینی بوده که رفته سراغ آقای پدر، ایشون تایید کردن این اعدام ها رو، اومده دستور داده یک گروهی. یعنی این نظام همه چیش زیربنایی فاسده. اینکه حالا ما امروز یک گروهی هیجان زده میشن و فرض کنین در مقابل بعد و بدتر میگن وحشت دارن از آقای رئیسی، یکی از افراد این رژیمی که همه اینا از روزی که سر کار اومدن به خشونت جنایت همه اینا دست داشتن، این واقعیت غیر این هست آقای افشینجم. درست میفرمایید، البته نقطه مقابلش هم هست که میگن اگر آقای رئیسی این اعدام‌ها را نمی کرد، یعنی استعفا می داد، نفر بعدی هم استعفا می داد یا کسای دیگه که وجدان داشتن و این وجدان رو رعایت می کردن برای هم وطن خودشون، یعنی به عنوان مثال می خوام بگم اگر یک کسی که به عنوان مثال جناب علی رو مثال بزنم، بیام شما میگن که شما این آقایون و خانم ها رو عرشبت که محاکمه بکنین و چیز بکنین، مسلما نمیکنین، جناب علی هم همینطور، منم همینطور. بنابراین این ریشه های مربوط به مذهب میشه که شما رو مثل داعش الان که وقتی که میکشه
قتل توی آتش میندازه یا میره توی موزه ها، موزه ها رو خراب میکنه، آثار تاریخی رو خراب میکنه، فکر میکنه کار درستی داره انجام میده، به خاطر اینکه مغزش شستشو شده. ما در ایران در سران کشور ما که به نظر من کشور این سران همشون قاصب هستن، یعنی من اینا رو ایرانی نمیدونم به خاطر کارهایی که کردن، اینها این ریشه های مذهبی که تو سرشون هست چاره دیگه جز، یعنی بهتر از این نمیدونن. به عنوان مثال میگم الان شما در زمان آقای روحانی بالاترین اعدام‌ها رو داشتیم. بله درست. و به قول خودشون 80% هم مال قاچاق مواد مخدر بوده. ولی جای این که بیان ریشه رو به قول شما ریشه رو پیدا بکن که چرا قاچاقچی این همه قاچاقچی داریم، به خاطر اینکه کار ندارن. اگر شما بچه‌تون شیر نداره آخر برج، اجاره خونه رو ندارین برین، ندارین کارم براتون نیست، اعانه پول‌هایی هم که در بنیادهای مختلف گرفته میشه و این پولا معلوم نیست کجا میره، قرار هست که خرج مردم بشه و نه حساب هست، نه مالیات میدن، نه هیچی. خب اون چیکار باید بکنه؟ واقعا باید چیکار بکنه؟ باید بره آمار خودشون 18% زنان متأهل فاحشه شدن، که البته رقم بالاتره چون سازمانهایی که خودشون بدون مراحل دولتی این کار رو انجام میدن میبینن حدود 26% تا 29% هم رفته. خب اون خانم که میره کار فاحشه‌گری میکنه باهاش صحبت کردن که متأهل هم هست، میگه من چیکار بکنم، من شب بعد چیکار بکنم، شوهرم هم قاچاقچی بوده یا تو زندانه یا علیله یا اصلا کاری وجود نداره، این کاری میکنه. بنابراین باید رفت به ریشه ها رسیدگی کرد و من این موضوعی که عرشبت چطور که آقای رئیسی مجبور بوده این کار بکنه، مجبور که گروه بودن، یه نفر رو نگیم، سیستمه کاملا این که از این که سیستم اینطور بوده کاملا حرف شما منطقیه، ولی سیستم به خاطر اون مغزشویی که از دین بهش دادن، که وقتی که میگن که در زندان ها اوائل 60 یا قبل از اون دختر خانوم ها رو که قبل از اعدام باکره بودن چیز میکردن، بهشون تجاوز میکردن که روز بعد کشته بشن، که توی نرن توی بهشت یا هرچی. خب این چی؟ این نشون میده که مغز خرابه. این مغز خرابو از ما از اول انقلاب به ما دادن و این چیزیست که حالا امیدوارم که فرصت باشه که بتونیم راجبش صحبت بکنیم، یک کمی راجب این مسائل ریشه‌ای صحبت بکنیم. بخش بزرگش خرافاته. ولی حالا آقای نریمان، با صحبتایی که آقای افشین جمع فرمودن، ما این نظام به هر حال از ریشه فاسده. من همیشه هم گفتم ما در این 38 سال دائم عکس العملی عمل میکنیم. اتفاقی در ایران میفته، امروز انتخابات و ما نزدیک 144 تا، من مدت قبل گفتم ما رادیو تلویزیون و به هر حال رسانه داریم، همه اینا راجع به انتخابات صحبت میکنن و سناریوهای متعددی پیشنهاد میکنن. بعضی از این سناریوها در سالهای گذشته پیشنهاد شده و مورد قبول مردم واقع نشده. نه، صحبت از تحریم هست، صحبت از رأی ندادن هست، صحبت از کمپینی هست که آقای نریمان شما میتونید راجع به بیشتر توضیح بدین، کمپین امتناع از رأی. دلم میخواد در این زمینه شما صحبت بفرمایید. ببینید قبل از اینکه من اینو بگم، من یه نکته میخواستم بگم که اگر ما اصلا اینجا نشستیم و این کارو داریم انجام میدیم، به خاطر دغدغه‌ای که برای کشورمون داریم، برای مردممون داریم. این نیستش که مثلا من پیش کدوم از ما نفعی نمیبریم اگر آقای رئیسی بیاد یا آقای روحانی بیاد، برای ما واقعا فرق تفاوتی نمیکنه. فقط من به عنوان کسی که اخبار رو دنبال میکنم دارم میبینم که چه جوری کشورمون داره از بین میره و این برای نسل‌های آینده هم از بین میره، یعنی فقط هم مال ما نیستیم. و دلم میسوزه واقعا وقتی که تاریخ این مملکت رو میخونی، وقتی به هر حال میام کسانی که در اون کشور هستن هم زبان ما هستن، هم وطن ما هستن، من میبینم که اینا چقدر دارن رنج میبرن از وجود این سیستم و از وجود این حکومت، از کمترین آزادی ها ازشون دریغ میشه، تحقیر میشن در همه دنیا. خب دلمون میسوزه، فکر میکنیم که چطور میشه این وضعیت عوض بشه. و وقتی که فکر
من هر جوری که اینو نگاه میکنم، ما هم نمیخوایم که کسی کشته بشه، ما هم نمیخوایم هزینه‌ای به کسی تحمیل بشه، کسی رو بره زندان. ولی خب میبینیم این حکومت داره این کارو میکنه. آقای عبدالفتاح سلطانی توی زندان به خاطر دفاع از موکلینش که مثلا در فعالیت حقوق بشری میکردن، دانشجو بودن یا فعالیت کارگری داشتن، ایشون 7 سال 6 سال الان فکر 4 5 سال تو زندان هستن و واقعا اصلا هیچ این نه دولت آقای روحانی نه دولت احمدی‌نژاد هیچ کس جوابگو نیست که چرا این تو زندانه. تهدید امنیت ملی، تهدید امنیت نظام، اصلا یک جرم‌های الکی که هیچ پایه و اساسی نداره. خب پس اگر ما به این نتیجه رسیدیم که کلن در این انتخابات کسی شرکت نکنه، یک فکری پشتشه. این نیستش که فقط ما شرکت نکنیم در این انتخابات. اولا شرکت نکردن در انتخابات خودش یک حرکت سیاسیه. شما اگه نمیخواید امتناع بکنید که در انتخابات حکومت شرکت نمیکنید، در حقیقت او حکومت رو بی اعتبار میکنید و نشون میدین که به این حکومت اعتمادی ندارین، چه آقای روحانی باشه چه آقای رئیسی باشه. این قسمت یکیش. و قسمت دوم اینه که ببینید آقای رئیسی درسته در اعدام های سال 67 آقای رئیسی شاید اون نوک پیکان بودن که مثلا حکم آخر رو صادر کرد، ولی آقای رئیسی خودش از خودش این حکم صادر نکرد، یک سلسله مراتبی داشته به ایشون دادن، ایشون جلاد آخرش بوده که دیگه گردن رو زده. ولی قبلش آقای خمینی، آقای احمد خمینی، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، خود آقای روحانی که همیشه در پست‌های امنیتی کشور بودن در تمام 37 سال گذشته، بله خب اینا همه شاهد این اتفاق بودن. حتی من میخوام بگم آقای موسوی و کروبی هم خبر داشتن و هیچ اعتراضی نکردن. بنابراین تفاوتی نداره که زمانی من تفاوت بین اینا میذارم که اینا بیان بگن ما پشیمونیم، ما اشتباه کردیم، بیان توجیهش بکنن، بیان بگن اشتباه کردیم، این غلط بوده این کار، چرا اونا رو اعدام کردن؟ به خاطر اینکه اون نیروی سیاسی که توی زندان بود، اون حالا آمار هست میگن 20000 نفر 30000 نفر، کمترین آمار میگه 7000 نفر. شما فکر کنید 7000 نفر آدم سیاسی که 7 سال 8 سال توی زندان بوده میومد توی جامعه و از فقط داخل زندان ها میگفت که چه خبر بود توی زندان. خب این جامعه رو، دید مردم رو نسبت به حکومت تغییر میداد و اونا خواستن که این تموم شه. یعنی یه عده ای از سیاسیون گذشته در طی اون 7 سال اول بعد از انقلاب کشته شدن، یه سریشون آخرش کشته شدن، یه سریشون فراری داده شدن و تموم شد دیگه. یعنی تمام اون نیروی انقلابی که از انقلابش یه چیز دیگه ای میخواست از بین رفت. حالا ما علبی میگیم که آقای رئیسی مثلا مقصر بوده، آقای روحانی انگار مثلا داشته همدردی میکرده با این کسایی که کشته میشدن. آقای روحانی هم تو همون تیم ملی بوده و اینا، بله دقیقاً تو همون تیمی بوده که اینا رو شنیدم میگن. حالا اصلا از اینا بگذریم، از همه اینا مگر بگذریم، ما الان راجع به کشوری داریم صحبت میکنیم که به لحاظ اقتصادی بزرگترین مشکلش مسئله دخالت سپاه پاسدارانی، دخالت نظامیان در اقتصاد خیلی هم واضح و مشخصه این. و اگر جلوش گرفته نمیشه به خاطر اینکه خاص حکومت اینه، اساس حکومت بر این مبناست، نه آقای روحانی نه هیچ کس دیگه. اگه منم الان برم تو ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رئیس جمهور بشم، نمیتونم کاری با این بکنم، چون نمیذارن، میکشنم ورم میدارن. بنابراین فرقی نمیکنه، مشکل اصلا این نیست، این رئیس جمهور مشکل نیست، مشکل اینه که رهبر یک سری اختیارات فراقانونی داره و سپاه الان به قدرتی رسیده که حتی رهبر هم دیگه به نظر من حریفشون نیست. و شما ببینید این همه پرونده فساد، هی از صبح تا شب میگم فساد، پرونده فساد راجبش صحبت میشه، 4000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد، 3000 میلیارد این برابر گم میشه، یک نفر معرفی نمیکنه، یه دونه اسم ازش نمیاد بیرون که بگن آقای فلانی این کارو کرده، نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود این نشون میده که هم وصلن. آقای شهردار تهران اومده هزاران هزار متر مربع از آپارتمان و نمیدونم چندین هکتار زمین در تهران، در بهترین جا، یعنی بهترین زمین‌های ارزشمندترین زمین‌هایی که در ایران وجود داره به لحاظ قیمت ارزش ملک، اینا رو بخشیده. این خب این پارک‌ها، این زمینایی که بخشیده شده مال اون شهروندایی که قرار اصلا سال‌های بعد اونجا زندگی بکنن. این فضای سبز متعلق به همه مردمی که قرار تا 100 سال دیگه اونجا زندگی بکنن، خب اینا رو بخشیده، اصلا پاسخگو نیست. رئیس جمهور هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی رئیس جمهوری که از پس یه شهردار برنمیاد، خب این چه ارزشی داره؟ ما برای چی باید بریم رأی بدیم به این رئیس جمهوری که مشخصه خودشون دارن میگن نهادهای امنیتی در قضیه، هیچ کدوم کاندیدا برمیاد هیچ روحانی رو اشتباه سیستم اینه، چون همشون به هم دیگه وصلن. یعنی مطمئنن اگر
نمیره جلوتر از اینی که مثلا در حد همین حرفایی که میزنن از این جلوتر نمیرن، به خاطر اینکه ممکنه خودشون گیر بیافتن. یعنی اونا میگه پرونده بیارن، میگن آقا تو خودت هم اینجا یه باجی گرفتی، یه نفعی داشتی، برای همینه که نمیتونم. به هر حال هر چیزی که هست اینی که این به نتیجه نمیرسه، یعنی که رئیس جمهور حقیقتاً هیچ قدرتی برای بهتر کردن اوضاع نداره. اگر هم ما مثلا یه چیزی مثل برجام رو داریم، دلیلش اینه که حکومت در آستانه سقوط بود. ببینید آقای روحانی در مرداد ماه 1393 اومدن قدرت رو در ایران به دست گرفتن. 1392 فکر میکنم، الان 96 میگم. شما ببینید یک ماه بعد وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا برای اولین بار بعد از 30 و چند سال دست میدن با هم دیگه. و این اتفاقی نیستش که سر خود اتفاق بیفته، این برنامه‌ریزی شده بوده و تنها راه حکومت برای خروج از اون بحران سال 92 این بود. اون بحرانی که دلار ظرف مثلا 8 9 ماه یه دفعه از 1000 تومان، صرف یک سال از 1000 تومان شد 3500 تومان و همینجوری هم داشت میرفت بالا. خب این یه بحران بود. این بحران رو تنها جوری که میشد جلوشو گرفت این بود که این تحریم‌ها یه خورده برداشت بشه. خب یک ماه بعد رفت با وزیر خارجه دست داد، 3 ماه بعد یعنی در آذر ماه همون 92 اینا رفتن یه توافقنامه اولیه امضا کردن که بر اساس اون توافقنامه چند تا اتفاق مهم افتاد. تجارت پتروشیمی ایران آزاد شد، تجارت طلا ایران آزاد شد و مهمتر از همه اونا کشتیرانی ایران، بیمه ها که تحریم کرده بودن کشتی ایران رو، اونها اومدن قرار شد که دو مرتبه بیمه کنن. به خاطر همین ایران تونست صادرات بکنه، قبل از اون نمیتونست صادرات بکنه، صادرات چیزای اصلی رو. و این مثل یه ویتامینی بود که به این حکومت تزریق شد که این بلند شد از جاش، اگر نه مرده بود، در حال مرگ بود کامل به لحاظ اقتصادی. و این فشار اقتصادی که مردم، یعنی وقتی که مردم به خاطر اقتصاد میان توی خیابون، دیگه شما نمیتونی کارش بکنی. خودشون هم میدونن اینو و خودشون وحشت داشتن از این موضوع. یعنی من میخوام بگم که اگر آقای جلیلی فرض محال رئیس جمهور میشد، آقای جلیلی مجبور بود بره وزیر خارجش با آقای کری دست بده. و اگر این اتفاق از طرف آقای جلیلی میافتاد، دیگه ما دلواپس و نگران نداشتیم. یعنی دیگه این داستان مسخره بازی جمهوری اسلامی تموم میشد و شاید الان سفارت آمریکا تو ایران باز شده بود، به خاطر اینکه دیگه جناح راستر از اون وجود نداشت، تموم شده بود دیگه این قضیه. و این بازی خود حکومته که هر وقت که میخواد مجبور بره با غرب دست بده، مثلا جناح چپش میره با غرب دست میده. و برای چی؟ برای اینکه جناح راست رو نگه دارن که هنوز مردم رو بترسونن، آزادی‌ها رو ندن به مردم. یعنی یک سری مثلا چند تا پیرمرد بی سوادی که در قوم هستن به اسم آیت الله نشانه خداوند، اینها بتونن بگن که نه مثلا یه دفعه فتوا بدن که این غلطه این فلانه. ولی اگر از نماینده خود اونا بره دست بده با غرب، دیگه نمیتونن چیزی بگن. و الان هم به نظر من انتخاب جمهوری اسلامی، بهترین انتخاب جمهوری اسلامی، ادامه رئیس جمهوری آقای روحانیه. به خاطر اینکه الان در شرایط اقتصادی که ایران قرار داره، امکان عوض کردن تیم اقتصادی نیست. نمیتونن یعنی الان تیم اقتصادیشون عوض بکنن. برای همین بهترین حالت اینه که خود آقای روحانی ادامه بده این حکومت. و برای اینکه در مجامع بین‌المللی خودشون رو وجاهت داشته باشن، بعد نشون بدن که یک انتخابات پرشور دارن در ایران. چون همه میدونن که مردم ایران ناراضین و به خاطر همینه بلافاصله بعد از هر انتخاباتی آقای خامنه‌ای میاد میگه این رأی به نظامه. یعنی اول میاد اینو میگه که دنیا بدونین که مردم اومدن شرکت کردن در این انتخابات. ما خب چرا اینو میگه؟ اگر شما میدونی که مردم طرفدار تو هستن، برای چی باید بیای بگی که هی اینو اثبات بکنی؟ دلیل اینکه این همیت اثبات میکنه برای اینه که نیست همچین چیزی. این فقط میخواد شما وقتی که یه چیزی واسهتون، مثلا وقتی که این خودکار آبیه که نمیخواد به من اثبات بکنین این آبیه، ولی وقتی که قرمزه میخواین از یه فرمولی به من نشون بدین که این آبیه. حالا این بین الان اسمش شده کمپین امتناع. بله این کمپین امتناع، البته من الان با این بچه‌ها صحبتی نکردم، یعنی اجازه ندارم از طرف اونا صحبت بکنم، ولی دلیل اینکه خودم پذیرفتم که با این بچه‌ها همکاری بکنم اینه که اولا بچه‌ها خیلی محترم و قابل اعتمادی هستن و هم فکریم با هم دیگه در این زمینه که ما به جمهوری اسلامی میدونیم که از طریق جمهوری اسلامی، از طریق این اصلاحات پوشالی که تو 20 و چند سال گذشته مردم باش گول زدن، حکومت به جایی نمیرسه، ما به جای بهتری نمیرسیم به عنوان ایران و ایرانی. ما خب گفتیم که
پس بعد این انتخابات رو بعد مردم حداقل حضور کمتری داشته باشن. بعد من اینم بگم که با امتناع کردن از رای، یعنی با اینکه شما نشون بدین که به این حکومت رای نمیدین، همون چیزی که آقای خامنه ای میاد آخر بعد از هر انتخاباتی میگه این رای نظام هست، اگر مردم انتخابات حضور کم رنگی داشته باشن، هر چقدرم که اینا آمارسازی بکنن و بخواد مثلا دوربینای تلویزیونی نشون بدن که صف هست و اینا، ولی خودشون میدونن که مردم کمتر شرکت کردن و وقتی خودشون این پیام رو از مردم بگیرن که ما شما رو نمیخوایم و دیگه به شما اعتمادی نداریم، مجبور میشن عقب نشینی بکنن، مجبور میشن امتیاز بدن به مردم. و این کمپین امتناع این نیستش که شما فقط شرکت نکنید در انتخابات به خاطر اینکه کاری ندارین دیگه، مثلا میخوام بشین تو این نیست، اینه که شما میتونید مطالبه بیشتری داشته باشین، میتونید بگین برای چی نمیخواید در انتخابات شرکت کنید. وقتی که ما یه شورای نگهبانی داریم که از طرف رهبری انتخاب شده و اون قبل از ما انتخاب میکنه که کی بیا توی انتخابات کی نیا توی انتخابات، پس این برای ما من جواب شما رو حتی من مشکل دیگه هم دارم با اینکه نوک حمله همیشه به طرف آقای خامنه‌ایه. باز دوباره من فکر میکنم که آیا با رفتن آقای ایشون فردا فوت بکنن یا که موضوع تغییر میکنه دوباره همون حرفی که آقای هاشمی جعفر بودن، سیستم از بیخوبون فاصله. این که ما تمام انرژیمون رو میذاریم رو آقای خامنه‌ای، به نظر من با رفتن ایشون تغییری صورت نخواهد گرفت. ببینید تغییری که اولا به هر حال آقای خامنه‌ای یک وزنی هستن، یعنی به هر حال بود و نبود ایشون در سیاست وزنه هستن، ولی ما تو در جمهوری اسلامی دیدیم که افراد رفتن قائم به فرد نبوده. آقای رفسنجانی رو مثلا آب از آب تکون رفت، قدیم بهشتی ها رفتن. آخه این سیستم یک سیستم عجیب بیه. شما ببینید تنها حکومتی در جهان که تمام رئیس جمهوراش بعد مغزوب واقع میشن از آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمدی. حالا نه اینکه اینا خوبن یا بدن، من قضاوت همه اینا بدن، ولی قضاوت از آقای احمدی نژاد، اینا اصلا هیچ نمیدونم هیچ چیزی رو حرمت برای خودشون هم قائل نیستن حتی برای کاری که انجام میدن، همون بازیه در حکومت. اما بحث من راجع به آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای، من صحبتم نهاد رهبریه. شما قانون اساسی رو بخونید، رهبر یک سری اختیارات فراقانونی داره، یعنی رهبر خیلی راحت خیلی جا میتونه دخالت بکنه، اصلا همه تمام رأی مردم رو بی اثر بکنه. حتی بعد از رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی اگر رهبر حکم ریاست جمهوری، رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن امضا نکنه، اون رئیس جمهور رئیس جمهور نیست بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی که این امضای حکومتی حکم، اینی که شما فرض کنید یارو اومده یه دونه 6 تا، واقعا شما نگاه کنید آقای جان، تمام این اعضای خبرگان نگاه کنید، یک روحانی، اسمشو میذارن روحانی، همین کسانی که یک پارچه میپیچن میذارن به سرشون و خودشون میگن روحانی آخون، اینها تحصیلاتشون اکثرا هم که 70 80 سال به بالا حوزوی خب است. اینها بریم تحقیق کنیم ببینیم مثلا کی 70 مثلا 60 سال پیش کی میرفته توی حوزه. معمولا یه سری بچه‌هایی که یا پدرشون روحانی بوده خودش، یا اینکه پدر مادر نداشته، بدبخت بیچاره بوده، فقیر بوده، توی دردهات یه جایی بوده، خلاصه اینو میفرستادن اونجا چرا، چون مدرسه شبانه روزی بوده. حالا اینکه چه اتفاقاتی اونجا برای این بچه 13 14 ساله میافتاده ما وارد اون بحث نمیشیم، اما این تحصیلاتش رو من میخوام بگم، تحصیلات این آدم در حد ششم ابتدایی 60 سال پیشه، تحصیلاتش در زمینه علم علوم و نمیدونم ریاضیات و اینجور چیزا، این در حد ششم ابتدایی، بعدش هم اونجا میره فقط قرآن و همین حدیث و کتاب این چیزا رو میخونن و هی با هم دیگه حرف میزنن بحث میکنن، مثلا 10 سال بعدم میشن حجت الاسلام و بعدش هم میشن آیت الله. خب این آدم حالا باید بیاد برای من یا برای اون کسی که دکترا و پی اچ دی و نمیدونم این همه ما لیسانسیه داریم توی ایران، لیسانسیه که در قرن 21 لیسانس گرفتن، این بعد تصمیم بگیره که کی تو به کی رأی بده. خب این خنددار نیست اصلا، این توهین به شورای مردم. من دیدم با چند نفر آقای شورای نگهبان، آقای جنتی راجب بودجه سراسری بودجه کشور داشتم، بودجه که آقای روحانی داد، اصلا من مونده بودم این آقای جنتی. حالا من با سن، نه اینکه ایشون 90 خورده سال، ما 90 سالهای پروفسور یار شاطر رو هم داریم، ولی اینکه اصلا ایشون از اقتصاد چه میدونن. بریم آقای یار رو ببینیم و برمیگردیم. چه شما بخیر، حرمتی به جناب افشین، جناب نریمان، خوشحال از دور در جمع شما. دکتر تقی‌زاده، بحث ما بر راجب به انتخابات بود، انتخاباتی که حالا یا صحبت این که این نمایش با سناریوی مختلف، یا بحث تحریم، بحث امتناع از رأی دادن، بحث رأی ندادن. دلم میخواد در اول برنامه نقطه نظر شما رو و دیدگاه شما رو در این برنامه برای بینندگانمون جویا بشم. من تصور نمی کنم آقای فتحی قضیه برای مردم داخل ایران اون بیعت
ما خودشون ها سرشون به زندگی خودشون گرمه و به بخش تفکری انتخابات شاید علاقه بیشتری داره تا به زینه ها. اینکه در توی اجازه بفهمید صدای شما رو من از اتاق فرمان خواهش کنم یه چکی دوباره بفرمایید که صدای متاسفانه دکتر تقی‌زاده قطع و وصل میشه. خیلی کوتاه اینو چک بکنین تا برگردیم دوباره. ممنون میشم. درست شد. خب بله اینجا استودیویی نمیشتم. ببخشین آقای تقی‌زاده، عذر میخوام. اینو میگفتم که واقعا مسئله در داخل ایران در رابطه با انتخابات برای مردم خیلی آسونتر است. جدیتی است که ما که در خارج نشستیم در چارچوب این انتخابات میبینیم. در طول این 37 سال واقعا جمهوری اسلامی هر رنگی و هر فرهنگی که قادر بود زده. من همچنان فکر میکنم آقای فدی صدای من با اشکال فنی روبروست. حق با شماست یا با من؟ میگن اتاق فرمان میگن نه، من به هر حال میپذیرم حرفشون رو. صدای خش خش کاغذ زیر صدا میامد، فکر بدم صدای من بله نه در حال. ولی به هر حال در طول 37 سال اینو عرض میکردم که واقعا هر ترخندی جمهوری اسلامی داشته برای مردم رو کرده. شاید چند سال پیش این فکر مطرح بود که ما به گزینه بد رأی بدیم تا بدتر به قدرت دست پیدا نکنیم و یا به گزینه رأی بدیم که انتخاب دولت یا حکومت یا رژیم نیست، بریم به سمت مخالفت با حاکمیت. مثلا اگر ناطق نوری رو علم کردن ما بریم به محمد خاتمی رأی بدیم، یا اگر مثلا هاشمی رفسنجانی اسطوره و استوانه حاکمیت جمهوری اسلامی هست بریم به سمت احمدی نژاد. ولی واقعا تمام کارت‌هاش جمهوری اسلامی در این سال‌ها بازی کرده. حالا به جایی رسیده که همه این رنگ‌ها پیش مردم از بین رفتن و معلوم نیست که واقعا حکومت هم قادر به توضیح هست اگر مثلا بین گزینه رئیسی و روحانی مردم در مقابل انتخاب قرار بگیرن چه تفاوتی این دوتا با هم خواهند داشت. ما کمتر شنیدیم برنامه‌های اقتصادی گروهی رو برای اینکه واقعا گروهی وجود نداره. انتخابات فردی است. کسانی نیستن که بعد از یک دوره مطالعه مقابله با برنامه‌های دولت برنامه‌های متفاوتی عرضه کرده باشن. حتی کسی نمیدونه در روزهای پایانی انتخابات چه کسانی رو حکومت اسلامی اجازه شرکت در رأی دادن بهش میده. معلوم نیست آیا احمدی نژاد که به عنوان بچه شیطون این حکومت معرفی شده راه به گروه نهایی پیدا میکنه یا خیر. چند روز به انتخابات مونده میفهمیم که نه آقای رئیس جمهور سابق هم دیگه دارای صلاحیت تکرار شانس خودش برای رسیدن به دولت نیست، هرچند که رهبر جمهوری اسلامی رفیق به قول خودش 47 سالش رو کنار زد و گفت فکر من به این مرد نزدیکتره و سلیقه های او رو بیشتر میپسندم. بنابراین هیچ جایی واقعا باقی نمونده که تفاوتی بین پسر یزید و پسر معاویه حداقل در این انتخابات دیده بشه. مردم میدونن که وضعیت نزولی زندگی اونها ادامه پیدا میکنه. حتی اگر این وضعیت نزولی کنتر بشه یا تندتر بشه ادامه اون قابل تردید نیست. در دوره احمدی نژاد شما 600 میلیارد دلار دارایی رو میبینید که متعلق به مردم در دست یک دولت ابله قرار میگیره و بعد از 8 سال اون چیزی که به دست مردم میرسه 6% رشد منفی اقتصادی است. روحانی میاد با کلیدی که در دستش هست و میگه همه قفل‌ها رو در 100 روز اول دولت هم باز میکنم، ولی اگر مردم ایران مقابل آینه خودشون قرار بدن و از خودشون بپرسن واقعا آیا زندگی امسال اونها بهتر از سال گذشته است؟ آیا نون و پنیر یا کره و شیر رو امسال ارزون‌تر از سال پیش می‌خرن؟ آیا امید اونها به فردا امروز بیشتر از دیروزه؟ آیا جوانهای اونها فرصتهای شغلی بیشتری رو در نظر دارن؟ امیدواری بیشتری به آینده دارن؟ آیا اونها میتونن با اطمینان خاطر حتی یک چهار دیواری اختیاری برای خودشون به عنوان خونه داشته باشن؟ تمام این پاسخها منفی است و مردم این رو زیر پوست و گوشت و استخوان خودشون احساس میکنن. بیشتر از اون چی که ما خارج نشین ها تحلیل میکنیم یا منعکس میکنیم یا به بحث در مورد اون میپردازیم، مردم با این وضعیت زندگی میکنن. البته میبینیم باز هم چند میلیونی پای صندوق های رای میرن
صفحا رو به نوعی که بشه از اونها فیلم گرفت پررنگ میکنن و برای خودشون توجیهات خاصی دارن. در هر حال آقای فتیل حکومتی است که 37 سال روی کار بود، تعداد زیادی میلیون ها نفر برای این حکومت کار میکرد، از این حکومت حقوق میگیرن و شاید اگر بخشی از اونها آینده دیگری رو برای خودشون نمیبینن، همه تخم‌مرغ‌ها رو در سبد این حکومت گذاشتن و از اون چه که نگران هستن به هم خوردن این سبد و شکستن تخم‌مرغ هاست. من با اینکه توصیه کنیم به مردم رأی بدن یا رأی ندن اصلا روی موافق ندارم، برای اینکه واقعا درایت مردم ایران رو بالاتر از اون میبینم که به توصیه نورمن روش بدن. اونها خودشون به این جنبندی میرسن، ولی واقعیت قضیه این است که بخش کمدی انتخابات که به قصه دردناک بیشتر شبیه، بسیار پررنگتر از بخش جدی چیزی است که به عنوان خیلی شب‌بازی برگزار میشه، ولی جمهوری اسلامی میخواد اون رو به عنوان انتخابات به دنیا معرفی کنه. آقای دکتر تقی‌زاده، اولین مناظره اقتصادی در زمینه مناظره این کاندیداهای 6 تا انتصابی در رابطه با مسائل اقتصادی است. این آماری که به جمهوری اسلامی میگم نمیشه به آمار تکیه کرد، ولی میخوام به هر حال ببینم شما در این زمینه کار میکنید. آمار اقتصادی، نمیدونم تورم از دبل دیجیت یا دیجیت شده، بیکاری، اینا تا چه حد میشه به اینا اعتماد کرد که دولت آقای روحانی ارائه میده؟ این تنها عیب دولت حسن روحانی نیست، احمدی نژاد هم اینطور بوده. در ماهایی که به روز انتخابات و نیاز یک روزه به مردم یا رأی مردم احتیاج دارن، آمارهایی منتشر میشه که با سلیقه دولت وقت تنظیم میشه. اگر صحبت تورم میشه، تورم رو در طبیعت خودش نمیبینن، اون رو به اصطلاح نقطه‌ای معرفی میکنن، با حروف ریز مینویسن و ارقام رو طوری تنظیم میکنن که در ظاهر شاید قابل توجیه ولی در باطن واقعیت وجودی نداره. همین مسئله رو در مورد آمار بیکاری، در مورد افزایش قیمت و غیره به کار میبرن. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران یک وضعیت تحلیلی، یک وضعیت در حال رکود و وضعیتی است که نه روحانی و نه هیچ کدام از 5 نامزد دیگری که تایید صلاحیت شدن برای رفع مشکلات اون برنامه‌ای ندارن، برای اینکه ماهیت رژیمه که عامل اصلی این بحرانه. فرق نمی‌کنه اوباما سر کار اجازه میده چند میلیارد از دارایی‌های ایران که در خارج ضبط شده به ایران برگرده، یا آقای ترامپ که دستور قطع ارسال این دارایی‌ها رو میده. واقعا هر چقدر امروز جمهوری اسلامی تلاش بکنه و حتی پایبندی نشون بده به قرارداد اتمی و اجازه داده بشه مبادلات تجاری صورت بگیره و حتی نفت ایران صادر بشه و غیره، درآمد سالانه این حکومت به اندازه اون چه دولت احمدی نژاد بود نخواهد بود. در دوره احمدی نژاد مردم نزول اقتصادی رو شاهد بودن، در دوره روحانی هم حتی اگر تحریم ها برداشته بشه این وضعیت ادامه پیدا میکنه، چرا که خارجی ها مایل به سرمایه گذاری دراز مدت در ایران نیستن، به ایران به عنوان گاو شیردهی نگاه میکنن که فقط میشه به اون کالای بنجل و ارزان فروخت و قیمت گران رو از اون گرفت، میشه به اون وام داد با قیمت های بسیار بالا، میشه هواپیمای مسافربری نیمه مدرن به اونها فروخت با بهره بانکی چند برابر بهره بانکی که کشورهای متعارفی میپردازن و اسمش رو میگذارن خرید 100 دستگاه هواپیما، در حالی که این هواپیماها رو فقط اجازه گرفتنش رو داشته باشن فروشنده التماس برای فروش هم میکنه و این فروش اقساطی است که همونطور که عرض کردم نه به صورت پرداخت پول مستقیم و خرید نقد، به صورت اقساطی صورت میگیره و بهره اون رو مردم با پرداختن بهای بلیت بالاتر خرید هواپیما، خرید بلیت هواپیما میپردازن و این بهای بیشتر همون درصد سودی است که به خرید نسیه جنس هایی از این دست تعلق میگیره. خارجی ها برای منابع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نمی کنن، نفت ارزان رو می خرن، اگر خواستن بیمه می کنن با قیمت بالا، اون رو می برن مثل بقیه خریداران دیگه اون رو مصرف می کنن. ولی تا این حکومت هست جایی برای سرمایه گذاری خارجی، جایی برای آمدن فناوری روز دنیا، جایی برای ایفای نقشی در تجارت جهانی، جایی برای برخورد کردن با ایران به عنوان یک کشور متعارفی نیست. بنابراین تا وقتی جمهوری اسلامی وجود داره، فارغ از اینکه رئیسی رئیس دولت، حسن روحانی رئیس دولت یا احمدی نژاد که دیگه هرگز
چنین شانسی رو ظاهرا پیدا نخواهد کرد، وضعیت اسفبار مردم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بله سپاسگزارم. آقای افشین جان شما شنیدید، من شنیدم سن رای دادن از 16 آوردن به 15 بله. که همین صفایی که دکتر تقی‌زاده فرمودن یه مقدار شلوغ‌تر بکنم به خارجی ها شاید بیشتر نمایش ها. این درسته این حرف؟ بله. من اول دکتر تقی‌زاده درود بفرستم، خوشحالم که در خدمتتون هستم و بنابراین سوال شما کاملا صحیحه در این و علتش هم معلومه. جمهوری اسلامی آقای خامنه ای که بارها اشاره کردند که هر رأیی که در صندوق ها ریخته میشه رأی به جمهوری اسلامی، اینو بارها گفتن و گفتن این تحکیم جمهوری اسلامیه. نکته ای که دکتر تقی‌زاده اشاره کردن بر این هست که مهم نیست که بعد بیاد یا بدتر بیاد، رئیسی بیاد یا غیره بیاد، اون چیزی که مهم هست هیچ فرقی برای مردم نخواهد کرد. و مهم و البته ما نکته ای که میخواستم اشاره بکنم یک تشابهش بهش برسونم، ما در 22 بهمن گذشته دیدیم که کمترین افراد و ما در برای اومدن تو خیابان ها دیدیم و من فکر کردم این کمترین تعدادی بود که در این 37-38 سال مردم اومدن تو خیابان ها. ما در حقیقت ما برای کسی نسخه نمی پیچیم که به این بدین یا به اون ندین، ولی اون چیزی که برای همه ما مهم هست اینه که اگر آقای احمدی نژاد ادامه کار آقای احمدی نژاد ادامه پیدا می کرد و برجامی اتفاق نمی افتاد، مسلماً همونطور که آقای نریمان اشاره کردن قبل از آقای دکتر تقی‌زاده، مسلماً ما وضعیتمون جای دیگه بود. من نظر شخصی من این هست که تا بد بد نشه خوب نمیشه. ما همین 38 سال و تجربه کافی داریم از جمهوری اسلامی و میدونیم که ظرفیتاش به چه صورت هست. وقتی که ما این ظرفیت‌ها رو میبینیم و میدونیم که کاری انجام نمیشه، ما اقتصاد مصرفی داریم، اقتصاد واسطه‌گری داریم. الان اگر کارنامه آقای روحانی رو از نظر اقتصادی هم نگاه بکنیم میبینیم که از زمانی که ایشون اومده بسیاری از کارخونه ها بسته شدن. حالا من راجع به حقوق بشرم یک نکته خدمتتون عرض بکنم، بالاترین اعدام ها رو در زمان آقای روحانی داشتیم و این ادامه داره. پس بنابراین فرقی هم نمیکنه ایشون بیاد یا ایشون نیاد. اون چیزی که برای من خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم، اون چیزی که ما باید انجام بدیم این ریشه کن کردن این رژیم هست و ریشه کن کردن رژیم نه با خون ریزی بلکه با یک سری از نافرمانی های مدنی که همه درش شریک هستن، همه درش شریک هستن که همه این بدبختی و این فلاکت و این وضعیت عرشبت که حقوق بشر و وضعیت محیط زیست رو میبینن و تا زمانی که همینطور که دکتر تقی‌زاده اشاره کردن تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این موضوع ادامه داره و هر سال بدتر و بدتر میشه و ما تاریخمون نشون میده این 38 سال برگردیم به 10 سال پیش، برگردیم به 20 سال پیش، برگردیم به 2 سال پیش، میبینید که وضعیت ما خیلی خیلی بدتر شد. در خدمت آقای نریمان. آقای دکتر تقی‌زاده میفرمایید که این رژیم به هر حال 18 میلیونی داره و کار میکنم براش، امکانات فراهم شده برای همش در میای، اینا به هر حال پای صندوق های رای میرن، ولی ایشون معتقدن که ما نباید نمیتونیم از این بر به کسی بگوییم که رای بدهد یا ندهد. این تو این رأی هم تو این صفا به نظر من با دو بخش تقسیم کرد، یه بخشی همین نسل من و آقای افشینجان و آقای تقی‌زاده والدین که برای زندگی واقعا زیر فشار زندگی کمرشون شکسته، یه نسل جوانتر میانسال نسل شماست که کم کم باید خانواده تشکیل بده، صاحب زندگی بشه، کار بشه، که همه اینا رو جمهوری اسلامی شکست خورده. میخوام اینم اینا باز با چه امیدی نسل شما باز میرن با اینکه تمام این نقطه ضعفایی که آقای تقی‌زاده برشمردن آقای افشینجان شمردن میدونن، ولی باز خارج از اون 10 میلیون حداقل خبرگزاری ها میگن میرن یا رفتن در گذشته. حالا این دفعه نمیدونم. اولا درود میفرستم آقای تقی‌زاده، آقای دکتر تقی‌زاده. عرضم به خدمت شما که ببینید اینی که میان سن مثلا این دفعه میان رو 15 سال، یه بخشش به خاطر همینه که اون صفحه رو طولانی تر بکنن. بچه هایی که حتی 20 چند سالشون هست حتی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هم نبودن و ندیدن، اصلا نمیدونن. وقتی که میگین اعدام، وقتی که میگیم
جنایت، اصلا متوجه نمیشن که این حکومت چه کارهایی کرده برای اینکه به اینجا برسه و واقعا وضعیت چقدر فرق کرده حتی از 20 سال پیش تا به الان. بنابراین اون بخش و همش هم بهشون میگن که آقا اگر رأی ندین جنگ میشه، اگر رأی ندین رئیسی میاد پدر همه رو در میاره، همه مثلا انگار مثلا میتونه شرایطی بدتر از این هم میتونه حاکم بشه واقعا برای ایران، که نمیتونه، عملا چنین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی در دوران آقای احمدی نژاد که مثلا اصولگرا و راست بود، شما میبینید که به هر حال وضعیت حجاب یه خورده آزادتر حتی از دوره آقای خاتمی شد. این دیگه قضاوتیه که خود مردم ایرانی که در ایران زندگی میکنن میتونن داشته باشن. و اگر قرار بود این رأی ها اثر داشته باشه، سال 88 که مردم رفتن به آقای موسوی رأی دادن، خب آقای موسوی رئیس جمهور میشد، اما اثری نداره. یعنی در عمل حکومت خودش تصمیم گرفته که کی رئیس جمهور باشه کی رئیس جمهور نباشه، بنابراین اون رأی ها واقعا اثری نداره. اما راجع به اینکه ما بگیم که رأی بدین یا ندین، بحثی نیست. بحث اینه که ما الان میبینیم که در رسانه های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل اکثر رسانه های خود حکومت، اینها به نوعی دارن مردم رو تشویق میکنن که برن رأی بدن. و ما به عنوان کسانی که مخالف این موضوع هستیم و نیتمون هم واقعا نیت پاکی هست برای اینکه میخوایم واقعا وضع زندگی مردم ایران بهتر بشه، ما هم حق داریم که به مردم بگیم چرا ما فکر میکنیم که نباید رأی بدیم. ما هم باید برای مردم بگیم، به همون کسانی که ببینید اطلاعات و چرخش اطلاعات در ایران خیلی تحت کنترل هست، با اینکه این اینترنت به هم زده این موضوع رو که حتی مراجع قم میان فتوا میدن که آقا باید جلوی تلگرام رو بگیرین، چون به سری از این فسادها از سوی افشای این فسادها از سوی همین رسانه‌های فضای مجازی میاد بیرون، اما باز هم حکومت خیلی شدیداً دستش رو روی این گذاشته که مردم متوجه نشن که چه اتفاقی داره میفته، اون چیزی که خودشون میخوان و مردم بفهمن. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر مستقیماً رئیس صدا و سیما که شاید 100 تا شبکه زیر دستش هست، رادیو تلویزیون، رهبر مستقیم اون انتخاب میکنه، یعنی در حد فرمانده کل ارتش و ستاد مشترک که رهبر مستقیم انتخاب میکنه، اونم رهبر مستقیم انتخاب میکنه، در حد رئیس قوه قضاییه که رهبر مستقیم انتخاب میکنه، اونم رهبر. یعنی نشون میده که چقدر رسانه مهمه، چقدر رسانه نقش داره در شکل دادن افکار عمومی. و اینجا ما هم به نظر من وظیفه داریم به عنوان کسانی که میدونیم که، یعنی دیدیم که چه اتفاقی افتاده و مطمئنیم که تفاوتی بین رئیسی و روحانی نیست و در نهایت به نظر من انتخاب حاکمیت انتخاب روحانی هست، بعد به مردم بگیم که حداقل با عدم حضورشون در انتخابات این پیام رو به خود حکومت و دنیا بدن که با این از این حکومت راضی نیستن، از شرایطی که این حکومت برای اونها به وجود آورده و شرایط زندگی که براشون به وجود آورده راضی نیستن، بنابراین شرکت نکنن. و مطمئن باشین وقتی که در این انتخابات شرکت نکنین، یعنی وقتی که ما مثلا 50% عدم مشارکت داشته باشیم از واجدین شرایط، خود حکومت عقب نشین، چون میدونه که این اول راهه، یعنی میدونه که این یعنی که این 50% شروع میکنن به اعتراض کردن، شروع میکنن اعتراضات دست جمعی به وجود آوردن، بنابراین شروع میکنن عقب نشینی کردن و اجازه یعنی امتیاز دادن به جامعه. یعنی این نیستش که رأی ندادن یک حرکت انفعالی نیست، واقعا رأی ندادن اتفاقا یک حرکتیه که یک اکت، یک فعالیت به حساب میاد و باعث میشه که مردم بتونن امتیازات بهتری از این حاکمیت بگیرن. سپاسگزارم. آقای دکتر دغزاد، اگه چیزی میخواین صحبت آقای نریمان اضافه بفرمایید. یه سوالی شنونده بیننده‌ای برای من فرستادن که از شما سوال کلی‌تر راجع به 100 روز آقای ترامپ، یعنی معتقدن که فکر میکنین که ایرانیان بسیاری به پرزیدنت ترامپ دل بستن، آیا این دلبستگی اصلا درسته که ما بعد از 100 خورده سال هنوز دلبسته باشیم که خارجی ها به ما کمک بکنن، یا اینکه ما باید به خود متکی باشیم ولی از خارجی ها بخوایم که حمایت نکنن از رژیم؟ این سوال این بیننده ارجمند رو جواب بدین ممنون میشم. اجازه بدید من یک توضیح کوتاه در مورد مطالبی که جناب افشینجان مطرح کردن، همینطور آقای نریمان، بله و بعد پاسخ شما رو تا اونجایی که بذات من اجازه میده عرض کنم. واقعا اون چی که امروز در ایران بعضی ها شایع میکنن، یعنی خطر بروز جنگ، حداقل از نظر من وجود نداره، برای اینکه طبیعت جنگ امروز تغییر کرده. با 10 سال پیش دنیای امروز متفاوته. امروز دیگه زمان بردن چکمه سربازان آمریکایی به ایران یا کشور همسایه دیگری سر آمده. هزینه این کار بالاست، هم از نظر داخلی
به علت عکس العملی که افکار عمومی نشون میدن و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. ولی جنگ علیه جمهوری اسلامی آغاز شده، همین حالا جمهوری اسلامی در حال جنگ با دنیای خارج و آمریکا هست. این جنگ جنگ سرده. اشاره کردن آقای نریمان به تبلیغاتی که رادیو و تلویزیون هایی که با هزینه کشورهای خارجی به زبان فارسی برنامه پخش میکنن، من جمله صحبت شده از بی بی سی، این درسته. بی بی سی الان وسیله ای ابزاری از جنگ سردی که در حال انجام شدن با جمهوری اسلامی. طبیعتا بسیاری و این بسیار بیدلیل هم نیستن، اعتقاد دارن که نظیر بی بی سی رسانه‌ها در این جنگ، در این جنگ سرد از جمهوری اسلامی به نوعی حمایت میکنن. ولی این که گفته شد آیا درسته که ما بگیم به مردم رأی بدید یا نگیم، من شاید مطلبم رو به روشنی عرض نکردم. گفتم من مسئولیت خودم رو این نمیبینم که به مردم توصیه بکنم رأی بدید یا ندید. درایت اونها رو بالاتر از مال خودم نسبت به زندگی و خواسته های خودشون میبینم. ولی در این گفته با آقای نریمان کاملا شریک هستم که باید توضیح داد، باید نظرمون رو ما عرضه بکنیم، باید یادآور بشین که شما خوب میدونید مردم آمدن و نبودن آقای روحانی یا رئیسی واقعا در زندگی شما تغییری نمیکنه، ولی حکومت آماده است که از رفتن شما پای صندوق رای سوء استفاده کنه به زیان شما، به خودش مشروعیت کاذب بده در رسانه‌های بین‌المللی. و این رو از خودتون بپرسید، آیا ارزش این رو داره که ابزار دست بازی حکومت بشید و به اون مشروعیت کاذب در رسانه‌های خارجی و سیاست‌های خارجی بدید و حکومت ادعا بکنه که از حمایت شما برخورداره، بنابراین از موضع قدرت با طرف‌های خارجی صحبت بکنه، یا اینکه نه، این رأی رو از او تحریم کنید، محرومش کنید از این امکانی که میتونید به او بدید، در خونه بمونید و باعث بشید که فقر حکومت اسلامی نسبت به حمایت مردم بیشتر دیده بشه. اجازه بدید، این حداقل هزینه است که میتونید بکنید. کجا شما باید پای حقوق خودتون بایستید؟ کجا باید کمترین هزینه رو متحمل بشید؟ کجا بایستی حرکت کنید برای اون چیزی که در خواب میبینید، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به رفاه، برای برخورداری از زندگی بهتر، برای بهره‌برداری بهتر از امکانات طبیعی که در مملکت شما هست و میتونه شما رو واقعا یکی از پنج قدرت دنیا بکنه، ولی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هستید. کجا باید سکه شما بیفته و شما هشدار پیدا بکنید که باید یه هزینه کوچکی بدید؟ آیا از این هزینه کمتر خواهد بود که حکومت رو محروم بکنید از یک رأی ساده ای که نمیرید بدید، دو ساعت در خونه باشین، لذت بیشتری از وقتتون ببرید، هوای تو خیابون ها رو با راندن ماشین های اسقاطی کثیف‌تر نکنید و حکومت رو هم مایوسش بکنید؟ خب این یادآوری است که ما میتونیم داشته باشیم. ولی من حتی در این مرحله هم در حد خودم نمیبینم، با دیگران کاری ندارم که توصیه کنم رأی بدید یا ندید، و فکر میکنم که باید درایت مردم به رأی اونها غالب بشه که این کار انجام بدن یا خیر. ولی منبر دوم رو جناب فتی شما در مورد آقای ترامپ پرسیدید، نه، من باور دارم که مردم ایران باید روزی انجام این کار رو در عهده خودشون ببینن. امثال ترامپ ها میان و میرن، پنجره هایی از فرصت باز میشه و بسته میشه، ولی اگر از این فرصت ها در داخل کشور استفاده ای نشه، یقینا این پنجره ها بسته خواهد شد. در زمان اوباما همه درها به روی ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی بسته بود، نه تنها در آمریکا، در اروپا هم به علت فشار دولت وقت آمریکا این وضع ادامه داشت. حد اکثر تماسی که میتونستن مردم بگیرن با نمایندگان پارلمان های اروپایی بود، یا به نوعی بعضی از ماموران، بعضی از نمایندگان کنگره، از مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا، که اون هم باز تبدیل به سیاست نمیشد، برای اینکه قدرت رو دولت در اختیار داشت و او بود که وزیر خارجه‌ش رو میفرستاد به مذاکره جمهوری اسلامی، کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی عکس میگرفت و به اون مشروعیت میداد در رسانه‌های دنیا و افکار عمومی در جهت حمایت جمهوری اسلامی درست میشد. حالا اون پنجره، اون در یا هر دروازه‌ای که بود بسته شده، یک پنجره‌ای گشوده شده به اسم پنجره ترامپ. ترامپ
جنگش رو با جمهوری اسلامی چند هفته است آغاز کرده. حتی اگر در جایی آتش بس میده، میگه من به مدت 3 ماه این تمدیدها رو لغوش رو تمدید میکنم، اجازه میدم وضعیت به صورت عادی ادامه پیدا بکنه. ولی در مواردی، در 3 جبهه حداقل، جایی که آقای افشینجم اشاره کردن، حقوق بشر در مقابل جمهوری اسلامی میسته. سفیر اون خانم هیلی به دفعات مکرر با تندترین زبان ولی زبان منطق مسئله تضییع حقوق بشر در ایران رو مطرح کرده. وزیر دفاع آمریکا حضور نظامی جمهوری اسلامی رو در منطقه به چالش کشیده و وزیر خارجه صحبت از تجدید نظر در تعهد یا قرارداد اتمی یا توافق اتمی میکنه. و اینجا جایی نیست که جمهوری اسلامی بتونه از دولت آمریکا امتیاز بگیره. من تکرار میکنم، وضعیت برای هیچ نوع جنگ گرم در داخل ایران فراهم نیست، ولی جنگ سرد ادامه پیدا کرده. فشارها علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. تحریم‌ها وضعیت کنونیش رو حفظ خواهد کرد و دولت ترامپ اگر مردم ایران حرکتی در جهت تضعیف دولت داشته باشند، شاید بتونه گام‌های بلندتری رو برای رسیدن به روزی که آزادی در کشور ما تأمین میشه برداره. سپاسگزارم. این تلفن برنامه رو بگذاریم، ما همیشه قول داریم تو این برنامه فرصت بسیار کم شد، با 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی همیشه بتوانیم یکی دو نفر از بینندگان اگه فرصت باشه بشنویم، چون این قول رو دادیم. من نمیخوام آقای افشینجم، روزای دوشنبه برنامه ما طولانی تر است، شنبه متاسفانه فرصت در برنامه 50 دقیقه‌ای امکانش نیست. آقای نریمان خیلی تعجب کرد برنامه 2 ساعته، ایشون یه برنامه خب جمع جور مفید داره، 26 دقیقه همه کار انجام، درسته 26 دقیقه است. آقای تقی‌زاده، شما بیننده برنامه اپوزیت هستید؟ متاسفانه هنوز این بخت رو پیدا نکردم، ولی کن تبریک میگم با آقای نریمان. ایشون اولا فکر درستی کردن که برنامه رو کوتاه میکنن. کلاس های درس هم وقتی از 45 دقیقه طولانی تر میشه، مقدار زیادی برای کسایی که در کلاس هستن کسل کننده میشه و برای 26 دقیقه زمان کافی برای رساندن پیام باقی است. امیدوارم فرصت پیدا بکنم برنامه ایشون رو ببینم. بله، به هر حال 26 اردیبهشت که انتخابات رو 29 اردیبهشت، یه ماه مونده، 20 چند روز مونده. به هر حال این داستان رای دادن و ندادن در رسانه‌های ما ادامه خواهد داشت، همونطور که همه به نظر من برای که جنبندی بکنیم به نتیجه رسیدیم که این اطلاع رسانی از این ور به اون ور وظیفه هممونه. درست، دقیقاً همین قضیه، و ما در واقع این کار همگی انجام میدیم. جناب تقی‌زاده که با رسانه‌ها گفتگو میکنن، یا دوستانی که در استودیو تشریف دارن، یا برنامه‌ای که آقای نریمان 50 ساعت وقت میذارن برای برنامه 26 دقیقه اینم بگم، اون برنامه رو یه ساعته دیگه نمی‌کنم، وقت میبره بسیار. همه ما هدف اینه که ما اطلاع رسانی بکنیم. قصد اون جملات کلیشه‌ای که نسخه بپیچی نسخه نپیچی، واقعا هیچ کدوم اینها نیست، درسته؟ ببینید، نسخه پیچیدن نیست. یکی از گفتگوهایی که جمهوری اسلامی میندازه توی جامعه اینه که یه عده‌ای اونور نشستن دارن خودشون راحت زندگیشون رو میکنن و بعد میان به ما میگن چیکار کنیم. ببینید، اگه من میخواستم راحت زندگیمون بکنم، مثلا وارد این کار نمیشدم. منم میرفتم الان ماشین فروشی میکردم یا توی معاملات املاک بودم و الان یه درآمدی داشتم، راحت هم میرفتم ایران، لذت هم میبردم، برمیگشتم میبردم. مثلا خیلی از هموطنان دیگه که این کار میکنن. حرفایتون نره خطا، همه پر، ما بیشتر از 10 دقیقه فرصت نداریم. شنونده بیننده اول، خواهش میکنم کوتاه مفید سریع بفرمایید سوالتون، از هر مهمونی دارید. با من هستید؟ بله، صداتون بخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم. با درود فراوان، از اینکه این فرصت داده شد سپاسگزارم. من همیشه از آقای تقی‌زاده استفاده میکنم، ولی خب یکی از اون پنجرهایی که باز شده آقای تقی‌زاده پنجره انتخاباته. چرا به راحتی نمیگید که آقا من رأی نمیدم؟ بعد مردم بایستی بدونن رأی ندادن از جمهوری اسلامی بیشتر امتیاز میگیرن تا اینکه اگه برن رأی بدن. سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده کوتاه لطفا. من فکر میکنم پاسخم رو دادم جناب فتی. خب دیگه گفته بودن. بله، گفتن رو دوباره ایشون. بله، ایشون گفته بودن رأی نمیدن. بله، نمیدن. جانم بفهمید. با سلام عرض میکنم، ممکنه من با یکی با جناب آقای فتی صحبت کنم؟ شما رو ایر هستیم، بفهمید، صداتون پخش میشه. ما به آقای فتی مهمونتون سوال بکنین، به جای اینکه میفرماین افراد نران رأی بدن. بله. و به بدتر، بین بد و بدتر فکر نمی کنین اگر بدتر رو انتخاب بکنن و برن رأی بدن به بدتر،
زودتر نتیجه بگیرن. پاسخ کوتاه بفرمایید. من خیلی کوتاه عرض میکنم. رأی ندادن یک نوع نافرمانی مدنیه. نافرمانی مدنی فرقی هم نمیکنه آقای رئیسی بیاد که بدتر باشه، که ما راجبش صحبت کردیم که ادامه حکومت آقای احمدی نژاد میتونست که رژیم رو سرنگون بکنه، ولی با این حساب حواس حکومت سر جاش هست. همونطور که دکتر تقی‌زاده اشاره کردن که بدون خزینه رأی ندادن و اون عدم مقبولیت، عدم صلاحیت رو به جمهوری اسلامی اون تگش رو میزنه و اون چیزی هست که ما الان باهاش در خارج از کشور با سیاستمداران کشورهای مختلف باهاش روبرو هستیم که میگن اگر ایشون این حکومت صلاحیت نداره، چرا این رأی ها هست، چرا این صف بندی ها هست. ما اگر بتونیم این مشکل و این موضوع رأی ندادن رو به عنوان یک نافرمانی مدنی حساب بکنیم که همینطور هست، ما شجاعتش رو خواهیم داشت بعد از اون به نافرمانی های مدنی دیگه ای برسیم که اون هست که ما یک جامعه مدنی میخواییم که بدون خشونت، بدون خونریزی بتونیم که از پس جمهوری اسلامی. من یه مطلبی اضافه بکنم. ببینید، وقتی که جامعه ما دائم میگه که آقا چرا دنیا بین ما و حکومت فرق نمیذاره، همین آقایی که توی فرودگاه لس آنجلس گریه میکردن که چرا نذاشتن برادرشون بیان، گفتن آقا من که کاری نکردم. خب همین وقتی که اون صفو میبینن، همین کسایی که میان در مخصوصا در آمریکا میرن رأی میدن به حکومت، به تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت میکنن، خب یعنی شما خودتون دارین خطو پاک میکنین، شما خودتون دارین میگین ما حکومتی کی هستیم. اگر واقعا میخواین این خط واقعا برجسته بشه و مشخص بشه برای دنیا، عدم حضور در انتخابات فرقی نمیکنه به کی رأی بدین، اصلا عدم حضور یعنی صلاحیت نباید بدین به انتخابات جمهوری اسلامی. سپاسگزارم. بیننده بعدی بفهمید، خواهش میکنم، صداتون پخش میشه. بله، درود خدمت شما و همه آقایونی که امشب اینجا تشریف دارن. آقای فتی، بله، من شما همه نظرها خودتون رو اعلام کردین در مورد این رأی دادن یا ندادن. من اجازه میخوام اگه به من وقت بدین من نظر خودم رو اعلام کنم. خیلی کوتاه، همه خطا پره، در 7 دقیقه هم وقت داریم. خیلی کوتاه، الان همه خطا پره. بفهمید، سریع بفهمید، خواهش نظر کوتاه عرض میکنم. بفهمید، بفهمید، یه دقیقه باشه، بفهمید، یه دقیقه بفهمید. بله، ولی لطفا شما نترسین آدم رو قطع نکنین، چون که من نه در مقابل شما دارم نه در مقابل هیچ مخالفی که با جمهوری اسلامی است، من فقط در مقابل جمهوری اسلامی دارم. بله بفهمید. بله، من صحبت من این است که ما میگیم که رأی ندین، اونا میگن که رأی بدین، این تازه است مساوی. ولی چرا ما باید همیشه مساوی باشیم؟ چرا ما نباید که یه قدم پیش داشته باشیم؟ چرا ما نباید این مملکتی که دارن به ما ظلم میکنن به مردم بگیم که آقا با هر نوع اسلحه‌ای که داریم بیایید تو خیابون؟ نه ببینین، من نابود بکنید. من مجبورم قطع کنم. من چیز خوش هیچ گونه کار خشونت آمیز در چارچوب این برنامه و این تلویزیون نیست و من نمیتونم. نه اجازه، من یه کوتاه اینو شما پاسخ بدید. ببینید، خشونت باعث میشه که شما به حکومت یه اجازه میدین، یه کارت سبز میدین که اون خشونت بیشتری انجام بده. یعنی اگر شما حتی یه سنگ به طرف اینا بندازین، اونا میان گلوله میزنن به شما. بنابراین بهترین راه اینه که خشونت و مشکل حل نمیشه با خشونت. بله. واقعیت اینه. بعدم اضافه بکنم، ما چجوری میتونیم با اون حکومتی که تا دندون مسلح هست بتونیم باهاش مبارزه کنیم؟ بله، مردم برن نمیشه. بله، صداتون پخش میشه، بفهمی خواهش میکنم. آقای فتی سلام. بله، سلام، بفهمی خواهش میکنم. فقط خواستم یه سوالی بکنم، حالا هر کدوم از دوستان جواب دادن، به خصوص آقای افشین ولی من جواب بده چون قش جوانه بهتره. آقای، تو مملکت ما الان بالاترین قشر جوان مملکت ما بین سنین 60 تا 70 و بالاترین آمار رای دهندگان هم همین سنین هست. 60 درصد. خب اینا که نمیدونن سال 67 بالاترین اعدام در دوران حکومت جمهوری اسلامی سال 67 بوده. کدوم رسانه خبری، کدوم بلندگوی خبری به اینا اطلاع دادن که آقای اینا سال 67 چه افتضایی کردن؟ امثال آقای تقی‌زاده چقدر میتونه در رابطه با این مسئله افشاگری بکنه، اطلاع رسانی بکنه؟ آیا بلندگوهای ما تونستن کار فرهنگی بکنن یا اطلاع رسانی بکنن در این خصوص که مردم ندن رأی بدن و اینکه ما میگیم بد و بدتر میکنیم، چند سال بد و بدتر بکنیم؟ آخرش چی؟ بریم. سپاسگزارم. آقای نریمان بفهمید کدوم
به نظر من رسانه ها به هر حال اگه این رسانه ها نبودن که الان ما نمیدونستیم که سال 67 این اعدام ها انجام شده. رسانه ها کار خودشون رو انجام دادن، منتها خب محدودیت هایی هم وجود داره، یعنی حالا فرصت نیست این یه سری ابعاد از جهانی بعد نگاه کنیم به این قضیه که چرا یه سری رسانه اجازه نمیدن که بیشتر از این افشاگری بشه، چرا اجازه ندادن. به هر حال به نظر من رسانه ها کارشون انجام دادن، بر همینه که ما الان میدونیم. ما که تو زندان ها نبودیم، ما که اون موقع در داخل این فقط یه عده‌ای که بچه هاشون رو کشتن یا همسرانشون رو کشتن، عزیزانشون رو کشتن، دقیقا لمس کردن این موضوع رو. اما همین رسانه ها باعث شدن که همه الان راجع به این موضوع صحبت بکنن. حرف بزن. صداتون پخش میشه؟ بفهمی خواهش میکنم. درود بر شما. بله بفهمی خانم. من از ایران تلفن میکنم. محبت میکنم. ببخشید آقایی که میگید که برید به بدترش رای بدید. بله. من میخوام ازشون بپرسم اصلا ایشون به رای ها اهمیت قائله؟ ایشون فقط نمایشی میخواد همه بیان توی صف که فیلم برداری بشه که بگید بفرمایید ببینید چقدر همه منو قبول دارن. اصلا هر کس بره داخل صف توی صف که چیز داره، حالا چه میخواد خوب بده، میخواد پوش بده، میخواد هر چی بده، واقعا یه خائن به مملکت خودشه. هنوز مردم عاقل نشدن، هنوز هم مغزشون کجا داره کار میکنه. این همه اینترنت اومده، این همه دارن با چشم خودشون میبینن دیگه، تجربه چقدر دیگه این مغزا، دیگه این مغزا تا کجا دیگه باید خام باشه. سپاسگزارم خانم. ولی برام میگن جمعیت منظورش اینه بود که تو صفا. بله بیننده ارجمند بفرمایید، صداتون پخش میشه. بله من سلام میکنم. من خواستم بگم آقای تغییرزاده پشتوانه طلا هستن برای سیاست ما، ناب هستن و اطلاع کامل دارن. آقای نریمان رو من واقعا بهشون احترام میذارم، هر دو رو، ولی آقای نریمان جوان رو از هر روز استفاده میکنم. ولی میخوام بگم یک تشکیلات سیاسی اگر به صورت حزب نباشه، اگر اعضا نگیره، هیچ فایده ای نداره. شما حرفاتون با شورای ملی هیچ تفاوتی نداره، چرا جداگانه باز کردید؟ اگر باز کردید باید حزب باشه و اعضا بگیرید فعالیت کنید. تا به حال این رژیم مونده به خاطر که حزب قوی نداشته. این نظر من هست. سپاسگزارتون هستم. حالا به هر حال این خارج از بود این برنامه امروزه، ولی حتما در این زمینه هم صحبت میکنیم. بفهمی خواهش میکنم. آخرین تلفن. الو جانم بفهمی خانم، صداتون پخش میشه. درود بر شما. من الو. بله صداتون پخش میشه، بفهمی. بله بله، میخواستم به مردم بگم که خامنه ای از خیلی وقت پیش انتخاب کرد که کی رئیس جمهور بشه. بنابراین شما خود رو خسته نکنین برین توی صفای طولانی وایسین که رای بدین. اون از خیلی وقت پیش انتخاب کرد، فقط شما رو میخواد لشکر سیاهی بشین تو خیابونا به کشورهای دیگه بگه مردم ما رو میخوان میان. خیانت نکنین، حداقل فکر اون آدمایی که کشته شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن، تجاوز شده بهشون، به فکر اونا باشین، یه ذره همدردی بکنین. وجدانتون کجاست؟ خیلی ممنون. سپاسگزارم. آقای تایید حرف آقای دکتر تغییرزاده که مردم برای خودشون درایت دارن میفهمن. جانم آقای افشین بفرمایید. من می‌خواستم که با اجازه آقای دکتر تغییرزاده، بیننده عزیزی که راجع به حزب صحبت کردم و بلد. شورای ملی، من خواستم این نکته رو اضافه بکنم. من و دکتر تغییرزاده هر دوی ما جزو شورای ملی بودیم و بلد. هر دومون الان نیستیم و دلایلش هم خب خیلی مشخصه. ولی اون سوالشون من فکر میکنم که بیننده عزیز از شورای ملی و یا شاهزاده انجام. من آخرین تلفن رو جواب میدم دیگه، تو رو خدا زنگ بزنیم بعد برنامه رو خطش داشته باشین جواب میدیم. بفهمی خواهش میکنم. الو جانم صداتون پخش میشه، بفهمی خانم. سلام. سلام سلام. من از ایران تماس میگیرم. محبت ما که الان داریم اینقدر تفسیر میکنین، یعنی نه شما، همه شبکه ها اینقدر میگین که رای ندیم رای بدیم. میخوایم ببینیم بالاخره اگر رای ندیم چه اتفاقی میافته، اگر رای بدیم چه اتفاقی میافته، اگر هیچ کدوم این کارا رو نکنیم چه اتفاقی میافته. بعدشم من یه توصیه دارم به اون طرفی های آب، اینه که مردم ایران برعکس اینه که بعضی برای شما میمینیستن که ما هیچ حالمون نیست، حتی نسل جدید ما از سال 88 دقیقا میدونه سال 67 چه اتفاقی افتاده، خیلی خوب آگاه، اونایی که باید آگاه باشن، اونایی که در سطح مسائل سیاسی هستن
و این کار رو انجام میدن. خود ما بهترین کسانی هستیم که میتونیم تصمیم بگیریم، چون با تمام وجودمون اینجا داریم، با گوشت و پوست خودمون حس میکنیم که اینجا چی میگذره، چه اتفاقاتی داره میفته و میتونیم بگیم چی کار کنیم. ازتون خواهش میکنم خودتون رو خسته نکنید و برای ما ایرانی ها اصلا تصمیمی نگیرید، اصلا تصمیم نگیرید، نظر هم ندین، چون این صلاحیت رو نداریم، چون توی ایران نیستیم، نمیدونیم اصلا چی هست. گزارش هایی هم که براتون میدن دقیقا همون چیزایی که شما ها دوست داریم. اجازه بدین یک دقیقه، ما بیشتر فرصت نداریم، صحبت پایانی رو یک دقیقه رو با اجازه دوستان در اختیار دکتر تقی‌زاده قرار بدم که پاسخ این بیننده ها هم اگر دارن داشته باشن. بفهمید دکتر تقی‌زاده، بایستی از این خانم که خودش رو یک عضو معمولی جامعه ایران معرفی میکنه پرسید که مردم ایران به ایشون کی این نمایندگی رو دادن که بگن ما از طرف ما و ایشون در کنج خانه، اگر خانه ای هست و اگر فرزند اون پاسدار نیست، تهمت نمیزنم. واقعا از کدام یکی از مردم ایران نمایندگی داره که میگه برای اونها تعیین تکلیف نکنید؟ من چطور نباید حقی مساوی ایشون داشته باشم و نظرم رو ابراز نکنم؟ این نوع تماس ها، این نوع توصیه ها که اون طرف آبی ها با ما متفاوت هستن، یه مقدار توصیهات نخنما شده است در دنیای امروز. بله. من در خونه خودم همونقدر از مسائل داخلی ایران، داخل تهران، در داخل خونه ها میبینم و میفهمم که کسی که در شمران یا نازیاباد نشسته واقعا نمیدونه و نمیشنوه. دنیای مرتبطی است، ما مسائلمون مسائل مشترک، ما بیرون ایران و داخل ایران یک پارچه هستیم، ایرانی هستیم، همه ما حق داریم در مورد جزئیات مسائل مملکتمون نظر بدیم و این با مردم ایرانه که جدا جدا بدون اینکه دایره نمایندگی ملی بکنن و به دروغ چیزی رو به خودشون نسبت بدن و دیگری رو نفی بکنن، تصمیم بگیرن چه چیز برای اونها بهتره. خلاصه کلام این است که حکومت اسلامی از رأی یک یک مردم میخواد سوء استفاده بکنه و مردم ایران میتونن تصمیم بگیرن که این حق رو، این امتیاز رو، این چیزی رو که میتونن به جمهوری اسلامی بدن از اون مانع بشن. وضعیت روشن بین سیاه و سفیده. سپاسگزارم به جناب دکتر تقی‌زاده. آقای افشینجم، آقای نریمان، یادمون نره ساختن آینده ایران وظیفه تک تک ماست. تا هفته آینده خدا نگهدار. بدرود. وقت خوش.